سلام بزرگواران و درود خدمت خانواده کانال سلام فیلم. در این ویدیو میخوایم عشق جنجالی آبیشک باچان و کاریشما کاپور رو بررسی کنیم و ببینیم چرا با وجود این که این دو زوج خوبی بودن، اما نزدیک ازدواجشون که شد رابطه رو به هم زدن و آبیشک به سمت آیشواریا رای گرایش پیدا کرد. کاریشما کاپور در اوایل سال 2002 نامزد آبیشک باچان پسر آمیتا باچان و جایا باچان بود. بر اساس گزارشی در بالیوود، کاریشما نمیخواست با خانواده باچان زندگی کنه و به آبیشک گفته بود که دوست داره پس از ازدواج با اون جدا زندگی کنن. در واقع در یک ویدیوی قدیمی از جایا باچان حتی دیده شد که کاریشما رو به عنوان عروس آینده خودش به رسانه‌ها معرفی میکنه و در یک مراسم گفت: من اینجا خواهم بود با خانواده باچان، با خانواده ناندا، از خانواده دیگری در گروه ما استقبال می کنن و اونها خانواده کاپور هستند و عروس من کاریشما کاپور هست. هدیه آبیشک به پدر و مادرش در جشن تولد 60 سالگی پدرش آمیتاب باچان همین بود. با این حال آبیشک و کاریشما در نهایت با هم اختلاف پیدا کردند. آبیشک باچان که عاشق پدر و مادرش هست، طبق گزارش ها در اون زمان ازدواج خودش رو با کاریشما ما قربانی کرد. گزارش ها حاکی از این است که آیشواریا رای باچان که پس از ازدواج شرایط آبیشک رو برای زندگی با خانواده باچان ها پذیرفت، در آوریل 2007 با آبیشک باچان ازدواج کردند و اونها در نوامبر 2011 از دخترشان آرادیا استقبال کردند. افراد دیگه هم نفقه رو دلیل جدایی این دو میدونن و معتقد هستند چون مادر کاریشما در اون زمان از شوهرش جدا بود، از خانواده باچان درخواست نفقه و خرجی کرده بود و باچان ها هم به دلیل اینکه اوضاع مالیشون در اون زمان چندان خوب نبود این ازدواج رو به هم زدن. چندی بعد کاریشما کاپور از جداییش با آبیشک باچان صحبت کرد و گفت: وقتش رسیده که حرف بزنم، این رو مدیون همه هستم. آغاز این سال برای من آسیبزا بود، آرزو نمی کنم هیچ دختری از اون عبور کنه. مجبور شدم با رنج و درد خودم کنار بیام. من حدس میزنم که زمان بهترین درمانگر هست، اما با هر اتفاقی که افتاده کنار اومدم. زندگی به شما کارت‌های متفاوتی میده. این کلمات آخرین حرفای کاریشما بود و پرونده ازدواج این دو به این شکل بسته شد. نظرتون راجع به کاریشما و آبیشک باچان چیه؟ هر نظر دیگه دارید میتونید در کامنت بنویسید. اگه به اخبار و حواشی و جنجالهای بازیگران مختلف علاقه دارید، کانال سلام فیلم رو سابسکرایب کنید و به جمع خانواده سلام فیلم جوین بدین و یکی از ویدیوهای بعدی که بهتون پیشنهاد میشه رو تماشا کنید تا اطلاعات جدید و مفیدی بهتون اضافه بشه.